بسم الله الرحمن الرحيم. مثال ها به این مثال توجه نمایید. هرگاه داشته باشیم یکی بر چهار کل بنمایی منفی دو، کل بنمایی منفی شش، ضرب یکی بر دو، کل بنمایی دو، کل بنمایی منفی چهار. در اینجا توان ها را با هم ضرب می نماییم و بعد قاعده را با هم مساوی می نماییم که مساوی می شه به یکی بر چهار کل بنمایی منفی دو ضرب منفی شش ضرب یکی بر دو کل بنمایی دو ضرب منفی چهار که مساوی میشه به یکی بر چهار کل بنمایی دوازده ضرب یکی بر دو کل بنمایی منفی هشت. در اینجا ما ابتدا قاعده را با هم مساوی می نماییم، پس می نویسیم که یکی بر دو کل بنمایی دو کل بنمایی دوازده. در اینجا یکی بر دو کل بنمایی دو در حقیقت همان یکی بر چهار است. نوشتیم یکی بر دو کل بنمایی دو کل بنمایی دوازده ضرب یکی بر دو کل بنمایی منفی هشت که مساوی میشه به یکی بر دو کل بنمایی بیست و چهار. بیست و چهار در اصل حاصل ضرب دوازده و دو است. ضرب یکی بر دو کل بنمایی منفی هشت. در اینجا مشاهده میکنید که قاعده مساوی و نماها مختلف است. پس از قاعده مساوی یکی را گرفته و نماها را با هم جمع می نماییم که مساوی میشه به یکی بر دو کل بنمایی 24 مثبت ضرب منفی 8 مساوی میشه به یکی بر دو کل بنمایی 24 منفی 8. منفی در اصل حاصل ضرب مثبت ضرب منفی است. منفی 8 نوشتیم مساوی میشه به یکی بر دو کل بنمایی 16. پس حاصل ایفاده ما یکی بر دو کل بنمایی 16 بیرو شد. به این مثال دیگر توجه کنید. ام بنمایی 3 ضرب ام بنمایی یکی بر دو تقسیم ام بنمایی 5 بر ام ضرب ام بنمایی 6 تقسیم ام بنمایی منفی 2. در صورت مشاهده میکنید که ما ام بنمایی 3 ضرب ام بنمایی یکی بر دو داریم. در اینجا ابتدا اینها رو با هم ساده می نماییم. ما در مخرج ام بنمایی 6 تقسیم ام بنمایی منفی 2 که در داخل قوس است ساده می نماییم. مساوی میشه با ام بنمایی 3 مثبت یکی بر دو چون توانها در حالت ضرب قرار داشت. پس از قاعده های مساوی یکی رو گرفتیم ما نماهایش با هم جمع نمیدیم. تقسیم ام بنمایی 5 بر ام ضرب ام بنمایی 6 منفی ضرب منفی 2 بر مخرج چون قاعده مساوی بود از قاعده مساوی یکی را گرفتیم و نماها را از هم تفریق نمودیم. مساوی میشه به ام بنمایی 7 بر 2 7 بر 2 در اصل حاصل جمع 3 مثبت یکی بر 2 تقسیم ام بنمایی 5 بر ام ضرب ام بنمایی 6 مثبت 2. در صورت مشاهده میکنید که قاعده مساوی است و نماها مختلف. پس از قاعده مساوی یکی را میگیریم ما نماها را از هم تفریق یا منفی می نماییم. پس می نویسیم که مساوی است به ام بنمایی 7 بر 2 منفی 5 بر ام ضرب ام بنمایی 8. در اینجا مشاهده میکنید قاعده مساوی و نماها مختلف است. پس از قاعده مساوی یکی را میگیریم ما نماها را با هم جمع می نماییم که مساوی میشه به ام بنمایی 7 منفی 10 بر 2 بعد ام بنمایی 1 مثبت 8. چون قاعده مساوی بود از قاعده مساوی 1 را گرفتیم توانهایش با هم جمع نمودیم که مساوی میشه به ام بنمایی منفی 3 بر 2 بر ام بنمایی n میبخشید ام بنمایی 9. در اینجا مشاهده میکنید که قاعده مساوی و نماها مختلف است. پس از قاعده مساوی 1 را میگیریم و نماها را از هم تفریق مینماییم که مساوی میشه به ام بنمایی منفی 3 بر 2 منفی 9 که مساوی میشه به ام بنمایی منفی 3 منفی 18 بر 2 که مساوی میشه به ام بنمایی منفی 21 بر 2. در توان مشاهده میکنید که توان ما منفی است. پس حالا میخواییم توان خود را مثبت نماییم. پس مساوی میشه به 1 بر ام بنمایی 21 بر 2. به این مثال دیگه توجه کنید. 0.8 کل بنمایی 3 مثبت 0.6 کل بنمایی 3 منفی 0.4 کل بنمایی 3 بر 0.2 کل بنمایی 3
در اینجا ابتدا اینها را به صورت جداگانه می نویسیم. مساوی میشه به 0.8 کل به نمای 3 بر 0.2 کل به نمای 3 نوز به 0.6 کل به نمای 3 بر 0.2 کل به نمای 3 منفی 0.4 کل به نمای 3 بر 0.2 کل به نمای 3. در اینجا مشاهده میکنید در هر سه حد که قاعده مساوی میبخشید توانها مساوی و قاعده مختلف است. پس از توانها یا نماهای مساوی یک را گرفته و قاعده را داخل یک قوس مینویسیم که مساوی میشه به 0.8 بر 0.2 کل به نمای 3 نصف به 0.6 بر 0.2 کل به نمای 3 منفی 0.4 بر 0.2 کل به نمای 3 که مساوی میشه 4 به نمای 3. 4 در اصل حاصل تقسیم 0.8 بر 0.2 نصف به 3 به نمای 3. 3 در اینجا در اصل حاصل تقسیم 0.6 بر 0.2 منفی 2 به نمای 3. 2 در اینجا حاصل تقسیم 0.4 بر 0.2. اگر اینها را از حالت توان خارج نماییم مساوی میشه به 64 مصب بر 27 منفی 8. در اینجا ابتدا 64 جمع 27 میکنیم و بعد منفی 8 میکنیم که مساوی میشه به 91 منفی 8. هرگز 91 8 را کم نماییم مساوی میشه به 83. پس حاصل این فاده ما مساوی شد به 83. به این مثال دیگه توجه کنید. دانش آموزان عزیز، x منفی y کل به نمای 3 تقسیم x منفی y کل به نمای 5 بر 2 بر x منفی y کل به نمای 6 ضرب x منفی y کل به نمای 6 بر 5 تقسیم x به نمای ببخشید x منفی y کل به نمای 8. در صورت چنانچه میبینید که قاعده مساوی و نماها مختلف است. پس از قاعده مساوی یک را گرفتن نماها را هم منفی یا تفریق نماییم و در مخرج مشاهده میکند که x منفی y کل به نمای 6 ضرب x منفی y کل به نمای 6 بر 5 داریم. در این جای ابتدا از قاعده مساوی یک را میگیریم و نماهایش با هم جمع می نماییم. پس می نویسیم که مساویش بر x منفی y کل به نمای 3 منفی 5 بر 2 بر x منفی y کل به نمای 6 مثبت 6 بر 5 تقسیم x منفی y کل به نمای 8 که مساوی میشه به x منفی y کل به نمای 6 منفی 5 بر 2 بر x منفی y کل به نمای 3 مثبت 6 بر 5 تقسیم x منفی y کل به نمای 8 که مساوی میشه به x منفی y کل به نمای 8 یکی بر دو بر x منفی y کل به نمای 36 بر 5 تقسیم x منفی y کل به نمای 8. در مخرج مشاهده میکنید که قاعده مساوی و نماها مختلف است. پس از قاعده مساوی یکی را میگیریم و نماها را هم تفریق می نماییم که مساوی میشه به x منفی y کل به نمای یکی بر دو بر x منفی y کل به نمای 36 بر 5 منفی 8 که مساوی میشه به x منفی y کل به نمای 1 بر 2 بر x منفی y کل به نمای 36 منفی 4 بر 5 که مساوی میشه به x منفی y کل به نمای 1 بر 2 بر x منفی y کل به نمای منفی 4 بر 5. در اینجا مشاهده میکنید که قاعده مساوی و نماها مختلف است. پس از قاعده مساوی یکی را میگیریم و نماها را هم تفریق می نماییم که مساوی میشه به x منفی y کل به نمای 1 بر 2 منفی ضرب منفی 4 بر 5 که مساوی میشه به x منفی y کل به نمای 1 بر 2 مثبت مثبت در اصل حاصل ضرب منفی است مثبت 4 بر 5 که مساوی میشه به x منفی y کل به نمای 5 مثبت 8 بر 10. در اینجا مخرج مشترک انتخاب نمودیم که مساوی میشه به x منفی y کل به نمای 13 بر 10. پس حاصل ایفاده ما x منفی y کل به نمای 13 بر 10 حاصل داد یا حاصل آن بیرون شد.
به این مثال دیگه توجه کنید. x x بر y کل به نمای 3 ضرب y بر x کل به نمای 5 تقسیم y بر x کل به نمای 14. در اینجا ما باید قاعده خود را مساوی نماییم. پس میتونیم که بنویسیم y بر x کل به نمای منفی 3، چون صورت را در مخرج آوردیم و مخرج را در صورت بردیم و توان آن منفی شد. پس قاعده ما حالا مساوی است. پس میتونیم عملی خود را انجام بدیم. y بر x کل به نمای منفی 3 ضرب y بر x کل به نمای 5 تقسیم y بر x کل به نمای 14 داریم. در اینجا مشاهده میکنید که مساوی شده به y بر x کل به نمای منفی 3 مثبت 5، چون قاعده مساوی بود. پس از قاعده مساوی یکی رو گرفتیم، مال ماها را با هم جمع نمودیم. تقسیم y بر x کل به نمای 14 مساوی میشه به y بر x کل به نمای 2 تقسیم y بر x کل به نمای 14. چنانچه میبینید قاعده مساوی است. پس از قاعده مساوی یک را میگیریم، نماها را از هم تفریق مینماییم که مساوی میشه به y بر x کل به نمای 2 منفی 14 که مساوی میشه به y بر x کل به نمای منفی 12. در اینجا توان ما منفی حاصل داد. پس اگر بخوایم که توان را مثبت نماییم، جای صورت و مخرج را تبدیل نماییم که مساوی میشه به x بر y کل به نمای 12. در اینجا مشاهده میکنید که توان ما مثبت شد و جای صورت و مخرج تغییر کرد، یعنی صورت در مخرج آمد و مخرج در صورت رفت. به این مثال دیگه توجه کنید. ای به نمای 2 ضرب ای به نمای 3 منفی ای به نمای 1 بر 3 تقسیم ای. میبینید مشاهده میکنید ای به نمای 1 بر 3 تقسیم ای داریم. پس از قاعده مساوی یک را میگیریم، نماها را از هم تفریق مینماییم که مساوی میشه به ای به نمای 2 ضرب ای به نمای 3 منفی ای به نمای 1 بر 3 منفی 1 مساوی میشه به ای به نمای 2 ضرب ای به نمای 3 منفی ای به نمای 1 منفی 3 بر 3 مساوی میشه به ای به نمای 2 ضرب ای به نمای 3 منفی ای به نمای منفی 2 بر 3. در اینجا ای به نمای منفی ای به نمای 2 را یک بار با ای به نمای منفی 3 ضرب میکنیم و علامه منفی را خودش میگذاریم و ای به نمای 2 را یک بار دیگر با ای به نمای منفی 2 بر 3 ضرب میکنیم. یعنی ای را ای به نمای 2 ضرب ای به نمای 3 کردیم، منفی را خودش گذاشتیم، ای به نمای 2 را ضرب ای به نمای منفی 2 بر 3 کردیم. مساوی میشه به ای به نمای 2 مثبت 3، چون قاعده مساوی بود. از قاعده مساوی یکی رو گرفتیم، ما توان ها رو با هم جمع نمودیم، منفی را خودش گذاشتیم. ای به نمای 2 مثبت ضرب منفی 2 بر 3، چون قاعده مساوی بود. از قاعده مساوی یکی رو گرفتیم و نماها رو با هم جمع نمودیم، مساوی میشه به ای به نمای 5 منفی ای به نمای 2 منفی. منفی در اصل حاصلی ضرب مثبت ضرب منفی است. منفی 2 بر 3 مساوی میشه به ای به نمای 5 منفی ای به نمای 6 منفی 2 بر 3 مساوی میشه به ای به نمای 5 منفی ای به نمای 4 بر 3. پس حاصل ایفاده ما ای به نمای 5 منفی ای به نمای 4 بر 3 حاصل داد.